درود به همه دوستانم، امیدوارم حالتون درجه یک باشه. دو روز نبودم، عذرخواهی میکنم، اما الان پر انرژی اومدم که یه آموزش خفن با هم داشته باشیم. آموزش در مورد سوجوک تراپی یا فشار درمانی که قبلا قولشو بهتون داده بودم. میخوایم چند تا راهکار عالی توی طب فشاری بهتون آموزش بدم که واقعا مؤثره و کاربردیه. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم که راهکارا رو بهتون یکی یکی توضیح بدم. دوستان گلم، قبل از اینکه اولین مورد رو با هم بررسی کنیم، باید این نکته رو در مورد سوجوک تراپی یا فشار درمانی بهتون بگم که هر نقطه‌ای از دست یا پا میتونه روی اندام خاصی تأثیر بذاره و در مورد این موارد که دارم خدمتتون عرض بکنم مقالات مختلفی وجود داره، یعنی رفرنس علمی داره. پس لطفاً داخل کامنت ها بعضی از افراد ننویسن که این موارد حالا بدون رفرنس علمیه یا مرجع علمی نداره و بیهوده است. نه، مقالات علمی مختلفی در مورد تأثیر سوجوک تراپی روی اندام های مختلف بدن وجود داره. اولین مورد کش سبز هستش، لاغری با کش سبز. لاغری شکم و پهلو باید 21 روز کش سبز رو به همین شکل داخل دستتون قرار بدین و یه شب در میون این کش رو اول به دست چپ بعدم به دست راست، فرق نمی کنه، به این شکل هر شب قبل خواب باید داخل دستتون قرار بدین. بعد اینکه 21 شب داخل دستتون قرار دادید، میتونید یک هفته استراحت کنید و دوباره این کار رو انجام بدید. به برطرف کردن چاقی شکمی و پهلو بسیار میتونه کمک کنه. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم مربوط به سردرده، سردردهای میگرنی. بعضی از اوقات سردردهای شدید سراغمون میاد و شاید دسترسی به داروهای شیمیایی یا داروهای گیاهی نداشته باشیم برای برطرف کردن سردردمون. در سوجوک تراپی بهترین موردی که توصیه میشه شسته. باید قسمت بالایی شست رو حدوداً 2 الی 3 دقیقه فشار بدین. این باعث کاهش سردرد میشه، حتی سردردهای میگرنی. حتما این مورد رو امتحان کنید، به کاهش سردردتون خیلی میتونه کمک کنه. دوستان گلم، قبل از اینکه بریم سراغ روش بعدی، اگه تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. این روش که میخوام خدمتتون توضیح بدم برای افتادگی پلک، افتادگی سینه و افتادگی شکم کاربرد داره و طول درمانش هم 21 روزه. نیاز دارید به یک کش آبی که به صورت مورب باید داخل دستتون قرار بدید. حدوداً باید 8 ساعت بمونه، بعد دستتون رو جابجا میکنید و هر 21 روز یک بارم 3 روز استراحت کنید و دوباره این کار رو انجام بدید، یعنی دوباره این کار رو تکرار کنید. افرادی که درگیر بواسیر هستن همزمان با استفاده از کش آبی باید کش سبز هم استفاده کنن، یعنی کش آبی رو قرار میدن، بعدم یک کش سبز روش قرار میدن. طول درمانش همون 21 روزه، باید 8 ساعت بمونه و هر 21 روز یه بار هم 3 روز باید استراحت بشه. داخل سوجوک تراپی برای درمان بواسیر روش دیگه هم هست. باید 3 نقطه رو به خوبی فشار بدید. یکی وسط سر، یکی وسط کاسه زانو و یکی هم داخل گوش هستش. این 3 نقطه رو اگه به خوبی فشار بدین باعث درمان بواسیر میشه. دوستان گلم، توی روش های قبلی لاغری شکم و پهلو رو با کش سبز با هم بررسی کردیم. الان توی این روش میخوام لاغری بازو و ران رو با کش سبز براتون توضیح بدم. حالا چرا کش سبز؟ چون رنگ چربی ها رنگ زرده و برای از بین بردن چربی ها باید از رنگ ضد زرد استفاده کنیم، یعنی رنگ سبز. رنگ سبز باعث کاهش رطوبت و گاز معده میشه. اول از همه میریم سراغ لاغری بازوها. برای لاغر کردن بازوها باید کش سبز رو به بند سوم
انگشت دوم و بند سوم انگشت پنجم ببندیم به همین شکلی که من دارم انجام میدم. باید این کار رو انجام بدیم، مدت 8 ساعت بمونه، بعد جا به جا کنیم. برای لاغری ران باید کش سبز رو به بند سوم انگشت سوم و بند سوم انگشت چهارم قرار بدیم. حدوداً 8 ساعت بمونه، بعد جاشو عوض کنید. طول درمان این موضوع هم 21 روزه. بعد از 21 روز حدوداً یک هفته استراحت کنید و دوباره انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. اگه دنبال سلامتی هستید، دنبال ارتقای سلامتیتون هستید، حتما عضو کانال من بشید، روی دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله رو فعال کنید و روی قسمت آل قرار بدین تا ویدیوهایی که براتون قرار میدم سریعا در دسترستون قرار بگیره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.